ولا يجرمنكم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. کاش امروز اون کسانی که خود را اهل سنت میدانند با سایر ادیان و مذاهب طوری رفتار میکردند که عمر با ابو لؤلؤ مجوسی رفتار کرد. کاش اون کسانی که امروز خود رو شیعه میدانند طوری با اقوام و مذاهب دیگه رفتار میکردند که علی مرتضی با ابن ملجم مرادی رفتار کرد. امروز ما اخلاق حتی رفتار با مخالف رو بلد نیستیم. امروز ما حتی اخلاق برخورد با یک نفری که با من یه خورده ای اختلاف نظر و ایده داره بلد نیستیم. بهشت آنجاست که آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. ببین چه معاشره زیبایی، تو معاشره اینها غیبت نیست، تهمت نیست، افترا نیست، عیبجویی نیست. معاشره زیبایی که همه دارن به عیبهای خودشون مشغولن، همه دارن محاسبه نفس میکنن، همه دارن دره و شلاق به پا میگیرن، شبها قبل از خوابیدن به خودشون شلاق میزنن که امروز فلان عمل کردت، فلان رفتارت، فلان گفتارت بد بود. خودشو داره تنبیه میکنه. چه معاشره قشنگی که تو این معاشره هر کی به فکر این افتاده که نفسشو باید محاسبه کنه، نفسشو باید کنترل کنه، یقه خودشو باید بگیره، وجدانشو باید قاضی کنه، خودشو باید مقصر بدونه تو ادای حقوق دیگران. کی اینا رو اینقدر قشنگ کرده؟ و اینا وقتی وارد جامعه میشن تو جامعه غیبت نمیکنن. غیبت رو معادل خوردن گوشت برادر مسلمان میدونن. وقتی وارد جامعه و تعامل با دیگران میشن، همزیستی با دیگران میشن، اهل بدگمانی نیستن، اهل تجسس نیستن، اهل عیبجویی نیستن، اهل انتقامجویی نیستن، اهل تهمت و افترا نیستن. حتی تو مخاصماتشون و درگیری هایی که بعضا به وجود میاد اهل عدلن، دروغ نمیگن ولو این که بخوان دشمنشون رو به زمین بزنن، تهمت نمیزنن ولو این که بخوان دشمنشون رو به زمین بزنن. تو دشمنی حتی کار ضد ارزشی و ضد اخلاقی تو دشمنیشون حتی نمیکنن، با دشمنشون حتی سعی میکنن طوری تعامل داشته باشن که آخرتشون از دست ندن، خداشون از دست ندن. حتی تو مخاصمشون حد و مرز دارن که چون دشمنمه نباید به هر قیمتی به زمینش بزنم. چون امروز با من یه خورده تنش پیدا کرده نباید دروغ بگم، نباید افترا بزنم. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. کاش امروز اون کسانی که خود رو اهل سنت میدانند با سایر ادیان و مذاهب طوری رفتار میکردند که عمر با ابو لؤلؤ مجوسی رفتار کرد. کاش اون کسانی که امروز خود رو شیعه میدانند طوری با اقوام و مذاهب دیگه رفتار میکردند که علی مرتضی با ابن ملجم مرادی رفتار کرد. امروز ما اخلاق حتی رفتار با مخالف رو بلد نیستیم. امروز ما حتی اخلاق برخورد با یک نفری که با من یه خورده ای اختلاف نظر و ایده داره بلد نیستیم. بهشت آنجاست که آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. ببین چه معاشره زیبایی، تو معاشره اینها غیبت نیست، تهمت نیست، افترا نیست، عیبجویی نیست.
معاشره زیبایی که همه دارن به عیبهای خودشون مشغولن، همه دارن محاسبه نفس میکنن، همه دارن دره و شلاق به پا میگیرن، شبها قبل از خوابیدن به خودشون شلاق میزنن که امروز فلان عمل کردت، فلان رفتارت، فلان گفتارت بد بود. خودشو داره تنبیه میکنه. چه معاشره قشنگی که تو این معاشره هر کی به فکر این افتاده که نفسشو باید محاسبه کنه، نفسشو باید کنترل کنه، یقه خودشو باید بگیره، وجدانشو باید قاضی کنه، خودشو باید مقصر بدونه تو ادای حقوق دیگران. کی اینا رو اینقدر قشنگ کرده؟ و اینا وقتی وارد جامعه میشن تو جامعه غیبت نمیکنن. غیبت رو معادل خوردن گوشت برادر مسلمان میدونن. وقتی وارد جامعه و تعامل با دیگران میشن، همزیستی با دیگران میشن، اهل بدگمانی نیستن، اهل تجسس نیستن، اهل عیبجویی نیستن، اهل انتقامجویی نیستن، اهل تهمت و افترا نیستن. حتی تو مخاصماتشون و درگیری هایی که بعضا به وجود میاد اهل عدلن، دروغ نمیگن ولو اینکه بخوان دشمنشون رو به زمین بزنن، تهمت نمیزنن ولو اینکه بخوان دشمنشون رو به زمین بزنن. تو دشمنی حتی کار ضد ارزشی و ضد اخلاقی تو دشمنیشون حتی نمیکنن، با دشمنشون حتی سعی میکنن طوری تعامل داشته باشن که آخرتشون از دست ندن، خداشون از دست ندن. حتی تو مخاصمشون حد و مرز دارن که چون دشمنمه نباید به هر قیمتی به زمینش بزنم، چون امروز با من یه خورده تنش پیدا کرده نباید دروغ بگم، نباید افترا بزنم.